سلام دوستان اندشمن هستم ویدیو امروز درباره سه رویش برای شاد اختصاص دادیم اگر میخواید در زندگی زندگی پر از هیجان و خوشی و با انگیزه و با انرژی داشته باشین پس این ویدیو رو تا آخر تماشا کنین ما سه نکته یا سه رویش ساده رو با شما در میان بگذارم که اگر اونا رو بدنین در جریان زندگی تو در پیش برد کارهای تو در پیش برد هدفهای تو و همچنین برای از هر لحظه لحظه, زند... لحظه لحظه زندگی خود لذت بردن برای شما کمک میکنه که زندگی رو واقعا زیبا زندگی کنیم اولین قدمی اولین نکته برای شاد زیستن ای است که ما باید هدف داشته باشیم به خاطر انسان های خوشحال هسته انسان های زندگی خود راضی هسته انسان های موفق هسته که هدف داره هدف چیزی است که ما را زنده نگه می داره و همیشه همیشه انرژی مو انرژی امید در دل ما میکاره. وقتی که ما امید داریم هدف داریم بسیار ذهن ما آرامه فکر ما آرامه چون میدانیم که میخوایم در کجا برسیم در کجا بریم ولی وقتی که نمیدانیم مثل ازی است که یک مسافر بخوای یک جای بره رای خود گم کنه ندانه که واقعا در کجا مره ولی وقتی که آدم که کجا میری چی کار میکنی او وقت است که سردرگم انسان ذاتا کسی است یا چیزی هسته که میخواد همه چیز بیدانه هدف داشتن مثل از که تو همه چیزی پیش از پیش میخوای بیدنی انسان زمانی میترسه انسان زمانی وحشت میکنه انسان زمانی استرس داره که یک چیز اشی ندانه ندانه که چی پیش میه مثلا ندانه که کجا میره ندانه که چی کار میکنه وقتی که آدم چیز رو نمیدانی آدم استرس میگره وحشت میگره یعنی زندگی نمیتونی یک زندگی کنی که پر شادی و خوشی باشه بنان هدف داشتن کمک میکنه که ما همیشه دل ما روشن باشه امید داشته باشیم و انرژی داشته باشیم برای پیشبرد همه هدف ها و رسیدن به همه چیز در زندگی و قدم دومی که چطوری بتونیم شاد زندگی کنیم شاد بگذرانیم همیشه خوش باشیم این است که باید همیشه مصروف باشین به این معنا که وقتی آدم اگر بیکار هستی آدم هیچ چیزی هیچ کار انجام نمیدی هیچ فعالیتی نداری او وقت هسته که آدم میشینی وقت بری فکرهای علیکی در ذهنی آدم میاید در چیزهایی در ذهنیت میاید مثلا در دلیت میاید که اگر مثلا اگر از نظر مالی مای رقم شوم چی کار کنم یا مثلا چه اگر ما درس می ناکام شوم چی کار کنم یا ای کار که قرار شکر شروع, شروع کدیم و چی کار کنم اینا اگر نشوه چیکار کار وقتی که آدم مصروف یعنی مصروف ذهن ذهن انسان طور خلق شده که همیشه فعالیت کنه وقتی که آدم از نظری فیزیکی یا ذهنی هیچ فعالیت نداره کار نمیکنی بیکار هستی این ذهن تو در دنبال جستجوی ذهن وظیفه‌ش نمیه که باید همیشه فعالیت کنه وقتی که فعالیت نمی... وقتی که فعالیت مفید نیه در راستای هدف و در راستای خواسته نیه ای در راستای مره در راستایی که مثلا در جای مره که در تو فکری بیشتر میاره استریسی بیشتر میاره ولی وقتی که تو فعالیت میکنی چی فعالیت فیزیکی چی فعالیت ذهنی فعالیت فیزیکی مثلی که بوری کار کنی سری کار بوری کار خود شروع کنی درس بخونی هر چیزی کنی و فعالیت ذهنی هم مثل درس خواندن و مثل کتاب خواندن و مثل نوشتن و مثل هر چیزی که مثلا از بیش از فکر او از فکر خود استفاده کنی وقتی که در راستای هدف خود در راستای پیش برد زندگی خود از فکر خود از جسم خود استفاده میکنیم امو قدر ما خوشحال و امو قدر احساس خوب داریم برای برد زندگی خود برای هر چیز یا هر قسمت دیگه ی زندگی خود و قدم سوم برای خوش زندگی کاملا پر از خوشی و شاد داشتن او ای است که ما باید یعنی از لحظه حال لذت ببریم وقتی که ما لذت خوره به تعویق میندازیم یعنی فکر میکنیم که آه وقتی ما در فلان هدف خورسیدیم، وقتی که فلان خانه را خریدیم یا فلان چیز خریدیم او وقت است که ما باید خوش باشیم او وقت است که ما باید از زندگی خود لذت ببرم نه اصلا امکان نداره از همین حال خود لذت ببر فکر کو که زندگی یک چیز مثلی یک جای رفتن است وقتی که آدم اگر شاید تجربه کرده یا گاه یا ناگاه وقتی آدم میخواد یک جای را بلد نمیره خصوصا زمان خوردستی وقتی که میری در او خانه کس یا در یک جایی میرسی او قدر شور و هیجان برای آدم نمیده تو این که آدم در حال رفتن است یا در حال آمدن است زندگی هم عین چیز است همیشه رسیدن به هدف پیش رفتن در زندگی در جایی بالا رسیدن چی از نظر مالی چی از نظر شخصیتی امی جریان چی بالزتر از این است که در منج با بخاطری که اگر خوشی خوره به تعویق او مثل ازی میشه که مثلا بگیم ما مثلا نان فعلا نخورم نانه مثلا این پولا و اینا جمع کنیم سال دیگه نان بخورم راحت میشم فلان میشم نه نان خوردن تو هر وقت به مو وقت چی نیاز داری نیاز که تو رو در سال دیگه یا در سالهای دیگه برسن خوشی هم عین چیز است وقتی که به خود احساس لذت و خوشی میدی از زمان حال خود لذت میبری با هدف داشتن با فعالیت کردن از زمان حال لذت میبری چی پولدار هستی چی فقیر استی چی سالم هستی چی مریض هستی هر چی که هستی از همی حال خود لذت ببر چی مجرد چی ازدواج کردی اگر تو مثلا از حال خود لذت نمیبری اما مثلا اگر یک کس مجرد هستی از میال لذت نمیبری فکر میکنی که ما ازدواج کنم او وقت است که لذت <تصفح> لذت میبرم یا زندگی خوب میشه یا فلان میشه نه اگر تو حال لذت نبری اگر حال دارامش نباشی اگر ازدواج کنی مشکلات تو چندین برابر میشه او وقت است که آرزو میکنی کاش که مسالای گذشته پس بیاه پس بنان خوشی خوده به تعویق نندازین اگر میخوای که زندگی پر از شادی و خوشی رو تجربه کنین موفق باشین دوستان تا ویدیوی بعدی شما را به خداوند میسپارم اگر از ویدیو خوشتان آمد ویدیو را لایک کنین با چینل اندشمن سابسکرایب کنین که ما ویدیوهای بیشتر رو به نشر مرسن با شما در میان میگذارم نکات و موارد رو با شما در میان میگذارم که هم از نظری از نظری صحت ما برای ما کمک کنه و هم از نظری مالی به هر چیز به هر خواسته ای که داریم برسیم موفق باشین تا ویدیوی بعدی شما را به خداوند میسپارم